صل على محمد و آل محمد و عجل فرج سلامتی و تعجیل و فرج موفور و سرور آقا بقیت الله صلوات دیگری نزد فرمایید. الله صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت سلامتي وتأجيل در فرج آقا و مولا صاحب العصر والزمان صلوات دیگری نعرض فرمایید. الله صل على محمد و آل محمد. هفته گذشته قرار شد که هر هفته در رابطه با یکی از عبارات زیارت آل یاسین صحبت بکنیم. گفتیم زیارت زیارتی هستش که خود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آموزش دادن به ما شیعیان که در زمان غیبتشون. حضرت فرمودن هر وقت میخواید به خدا متوجه بشید با این زیارت نامه توسط ما به خدا متوجه بشید. یعنی وقتی که سلام میدید به امام زمان، اون زمانی است که شما متوجه ذات پروردگار شدید، منتها توسط ما اهل بیت. خب عبارت اول در این زیارت نامه زیارت آل یاسین که البته در مفاتیح الجنان در قسمت اعمال سرداب هست، انشاءالله هممون مشرف بشیم. سامرا، شهر مقدس سامرا یک حرمی داره، ذریحی داره که در اون ذریح چهار نفر دفنن، یکی امام هادی علیه السلام، دیگری امام حسن عسکری، سوم نرجس خاتون مادر امام زمان و حکیم خاتون عمه ایشون. یه سردابی داره، چون میدونید حرم عسکریین در واقع خونه امام زمان بوده، خونه امام حسن عسکری علیه السلام بوده و خونه های قدیم حالا کولر که نبوده دیگه، سرداب داشته، یک زیرزمینی داشته که اونجا میرفتن برای خنک شدن. یک سرداب هنوز موجوده و اعمالی داره. یکی از اعمال سرداب مقدس امام زمان که انشاءالله مشرف بشید میتونید برید اون پایین و زیارت بکنید، زیارت آل یاسین هست، از جز اعمال مخصوص سردابه. این زیارت نامه رو همیشه هم میشه خوند، البته فقط مخصوص اونجا نیست، اما یکی از زیارات معتبر و بسیار پر معنای در معارف شیعی است. سلام علی آل یاسین اینطوری شروع میشه، سلام علی آل یاسین. ما هفته گذشته در رابطه با سلام مقدار صحبت کردیم، عزیزانی که بودن گفتیم سلام در واقع شما هر وقت سلام میدید به امام زمانتون، میگید السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، در واقع دارید یک مطلب مهمی رو اقرار بهش میکنید و بهش شهادت میدید. اون مطلب چیه؟ این مطلب اینه که من شهادت میدم، اقرار میکنم که امام زمانم حی است، حاضر است، ناظر است، صدای من رو میشنود. چون گفتیم به دیوار که ما سلام که نمی کنیم، من کسی بره جلوی یه شیء مرده وایسه بگه سلام سلام، این خب شما عقلتون خوبه؟ انسان به یه شیء مرده بی جانی که صداش نمیشنوه که سلام نمی کنه. پس وقتی داره میگه سلام علی آل یاسین، یعنی یا صاحب الزمان من اقرار میکنم که شما منو میبینید، ناظرید، حیید، زندهید و صدای من رو میشنوید. این یک بسیار مطلب معرفتی مهمی هست نسبت به هر وقتی که شما دارید سلام میدید به امام زمانتون، سلام علی آل یاسین. اما عزیزان یه نکته دیگری که میخوایم بهش توجه بکنیم در بحث سلام، سلام یعنی چی؟ سلام یعنی سلامت، صحت، عافیت. گفتیم هفته گذشته وقتی شما میگید سلام علیکم به همدی وقت میرسیم یه سلام علیکم، یعنی چی؟ یعنی من از خدای متعال درخواست میکنم که صحت، سلامت و عافیتش رو بر شما بفرستن. یعنی در واقع هر بار که ما سلام میکنیم داریم در حق همدیگه دعا میکنیم.
درست توجه بهش نداریم، اما سلام ما دعای ماست در حق هم دیگه. سلام علیکم، یعنی خدا درودش رو، صحتش رو، سلامتیش رو واسه شما بفرسته. خب شما عزیزان وقتی که به امام زمانتون میگید که سلام، سلام علی آل یاسین، یا صاحب الزمان سلام بر شما، یعنی چی؟ یعنی یا صاحب الزمان من از خدا درخواست دارم تا به شما صحت و سلامت و عافیت بده، شما در رنجش خاطر نباشید، شما ناراحت نباشید، شما در اذیت نباشید. خب کسی که میخواد امام زمانش در صحت و سلامت باشه، در اذیت و رنجش خاطر نباشه، میاد امام زمانش رو اذیت بکنه؟ مثل اینکه فرض بکنید یک نفری، حالا مثالش مثال بدیه، یک نفری با یک چاقو وایساده جلوی یکی نفر دیگه، میگه قربونت برم عزیزم، فدات بشم، با هر یه قربونت برم که میره میگه یک چاقو به اون شخص میزنه، قربونت برم عزیزم، یا دستشو میبره یا پاشو خلاصه چاقو میزنه یا شکمشو چاقو میزنه، طرف میگه تو نه قربونم برو نه با چاقو منو بزن. اینا در تضاد با هم دیگه است. تو اگر واقعا میخوای قربون من بری، عاشقم هستی، صحت و سلامت منو میخوای، چرا چاقو چاقوم میکنی؟ ببینید خیلی از واقعا ما رفتارمون این گونه است. یعنی چی؟ یعنی وای میشیم جلو قبله سلام علی آل یاسین با این صوت زیبایی هم میخونیم، اما در واقع داریم حضرت رو چاقو چاقوم میکنیم، یعنی چی؟ ناراحت میکنیم. شما وقت با هر گناهی که ما انجام میدیم خدا نکرده اون گناه ما موجب رنجش خاطر حضرت میشه. من اگر بخوام که واقعا حضرتم سلام در سلامت باشه، سلام علی آل یاسین، یا صاحب الزمان، از خدا میخوام شما در صحت و سلامت باشی، در عین اینکه میگم شما در صحت و سلامت باشی، در همون حین دارم گناه میکنم. خب این چه دعایی است؟ تو اگه واقعا میخوای امام زمانت در صحت و سلامت باشه، چرا گناه میکنی که دلش رو برنجونی؟ میدونید امام مثل یک پدر میمونه، مثل یک مادر میمونه. در روایات امام رضا علیه السلام هست که امام از مادر به شما نزدیکتر و مهربانتره. یک مادر وقتی ببینه بچهش داره راه غلطی میره، کار اشتباهی میکنه، دیدید چقدر ناراحت میشه، چقدر اذیت میشه، استرسش میگیره. امام زمان ما از مادر به ما مهربانتره. مگه میشه حضرت ببینه من آلوده دارم گناه میکنم و ناراحت نشه؟ ناراحت میشه، رنجیده خاطر میشه، اذیت میشه. خب من بیام بگم سلام علی آل یاسین، روزی هزار برم زیارت آل یاسین بخونم، اما در این حال گناه کنم، اینا با هم دیگه در تضاده. پس یادمون نره هر وقتی به حضرت سلام دادیم سلام علی آل یاسین، یعنی من از خدا میخوام امام زمانم در سلامت باشه. اگر واقعا همین چیزی رو میخوای، نباید گناه کنم. چون هر گناه من در تضاد با سلامی است که دارم به امام زمانم خطاب میکنم. یه نکته مهم حالا کلی تر رو عرض میکنم. ببینید عزیزان، ما در دعاهامون انتظار معجزه نداریم. البته خود این بحث مفصلی حالا وقتش نیست. در دعا انتظار معجزه نیست، درخواست توفیق الهیه. شما وقتی که دارید دعا میکنید خدایا تمام فقرا رو مثلا غنیشون کن، تمام ایتام رو بهشون رسیدگی کن، تمام کسایی که لباس ندارن رو بهشون لباس بپوشون، تمام کسایی که مریضن شفا بده. خب من اگر همچین دعایی بکنم، میام خدا همه فقرا رو مثلا غنیشون کن، کمکشون کن، بعد بهم میان میگن که آقا فلان فقیر اونجا نشسته 1000 $10 $20 بده کمکش کنیم، میگم نه من کمک نمیکنم. میگن آقا تضاد داره. اگر واقعا دعا داری میکنی، یعنی خواستت اینه که اون فقیر نیازمند نباشه دیگه، محتاج نباشه، خب خودت هم یه قدم بردار. دعا یعنی خواسته. من دارم دعا میکنم خدایا من از تو سلامتی امام زمان ها میخوام. اگر واقعا دعات اینه، یعنی خواستت اینه، دیگه چرا گناه کردی؟ میدونی چرا دیگه گناه کرد؟ سلامون علی آل یاسین، با هر سلام یادمون نره از خدای متعال داریم درخواست این رو میکنیم که خداوند سلامتی رو به امام زمان ما. این دعای فرج که میخونیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و
و ناصرا، در واقع دعاست برای سلامتی امام زمان. خدایا من از تو میخوام که ناصر امام زمان باشی، کمککار امام زمان باشی. دعا برای سلامتی حضرت هست. خب یعنی حضرت هم رنجیده خاطر میشن، اذیت میشن. بله، مگر ائمه ما نبودن که مریض میشدن؟ اون داستان معروف سوره انسان رو مگر همه همون شنیدیم؟ امام حسن امام حسین مریض شدن، اهل بیت نرز کردن. خب اهل بیت هم مریض میشن، جسمشون بدنشون ناراحت میشه، اذیت میشه، رنجیده خاطر میشن. دعای فرج که میخونیم معروف هست، در واقع دعای سلامتی امام زمان هست. پس ما خواستار سلامتی امام زمان هستیم با هر سلامی که به امام زمان میدیم. سلامون علی آل یاسین. حالا مطلب مهمتری که دیگه بعد در رابطه با سلام عرض بکنم، اینا واقعا نکات عزیزان معرفتی بسیار مهم بود که متاسفانه ما شیعیان خیلی ازش غافل. یعنی سلام دادن به اهل بیت علیهم السلام بین ما خیلی ترویج داره. همیشه تو مجالسمون هر روز که بلند میشیم سلام میدیم به امام زمان، سلام میدیم به امام حسین، اما اون ظرائف معنایی سلام رو بهش دقت نداریم که چه ظرائفی و چه حقایقی و چه معانی عمیقی در خود همین سلام خوابیده. همین سلام دو نکتهش رو عرض کردیم جلسه گذشته. یه نکته بود اون که اقرار به این که حضرت ما رو میبینن و میشنون. نکته دوم که الان عرض کردن و اون این که سلام به معنای خواستن سلامتی برای امام زمان هست و این منافات داره با گناهانی که من حقیر انجام میدم. نکته دیگه که این بسیار مهم هست این است که عزیزان قرآن کریم میفرماید که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. قرآن کریم میفرماید که هر کس به شما درود گفت شما درودی نیکوتر جواب بدید یا همانندش رو برگردونید. یعنی چی؟ تحیت یعنی درود و سلام نوعی از تحیت. ببینید قرآن فرماید هر کسی به شما درودی گفت شما بهترش رو برگردون. یعنی چی؟ یعنی شما اومد کسی اومد به شما گفت سلام، شما میگید علیکم السلام. کسی اومد گفت سلام علیکم، شما میگید علیکم السلام و رحمت الله. قرآن میفرماید که هر کس به شما سلام کرد درود گفت شما بهتر بهش برگردید. کسی گفت سلام علیکم و رحمت الله، مستحب به شما اینطوری برگردید بگید علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کسی گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما بگید علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته، مثلا مغفرت خدا. یعنی هر کسی هر گونه که به شما درود گفت سلام گفت شما بهتر جوابش رو بدید. این دستور قرآن. حالا ما وقتی که سلام میدیم به امام زمانمون عزیزان باید توجه دارید که خود امام زمان اولین عامل به قرآنن، بهترین عامل به قرآنن، قرآن ناطقن، قرآن مجسم حضرت بقیت الله هستن. آیا به این آیه عمل نمی کنن؟ چرا؟ شما اگر بهشون بگید سلام، سلام علی آل یاسین، آیا حضرت جواب رو بر نمی گردونن؟ و این زیبایی سلام اگر واقعا توجه داشته باشه، یعنی واقعا انسان اگر درک بکنه چی داره میگه، اون لحظه‌ای که داره زیارت آل یاسین میخونه بگه من توجه داشته باشم وقتی دارم میگم سلامون علی آل یاسین، میدانم که امام زمانم میشنود و جواب سلام من را برمیگردد به احسن منها، همونطوری قرآن میگه به بهترین حالت. یعنی شما اگر گفتی سلام میفرماید سلام علیکم، اگر گفتی سلام علیکم میفرماید علیکم السلام و رحمت الله، به احسن منها به ما بر میکرد. و میدونید این یعنی چی؟ انسان یه توجه بهش پیدا بکنه. ما گفتیم سلام یعنی چی؟ یعنی دعا برای سلامتی. من دارم میگم امام زمان سلام بر شما، حضرت هم به من جواب رو بر میگردونن. مگر جواب سلام واجب نیست؟ سلام رو به من برمیگردونن، میفرمان علیکم السلام، دوباره برای من ایشون دعا میکنه. این دفعه ایشون دفعه بس من دعا میکنه. دعا برای چی؟ برای سلامت و صحت و عافیت من. میفرمان علیکم السلام، صحت و سلامت و عافیت بر شما.
اونم دعای کی؟ دعای امام زمان، نه دعای من معمول، انسان معمول. نه، امام زمان این دفعه در حق شما دعا میکنه. هر باری که توی زیارت آل یاسین به حضرت سلام میدید، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله، السلام علیک، هر باری که دارید سلام میدید حضرت میفرمان علیکم السلام و علیکم السلام. و این جواب سلام حضرت در واقع همونطور که عرض کردیم دعاست برای صحت و سلامتی و عافیت شما. چی بالاتر از این؟ حالا میخواید این مطلب بالاتر از این بگم، واقعا زیباست. تا اینجا فهمیدیم که هر وقت ما سلام میدیم به امام زمان، حضرت جواب سلام ما رو در میگردن. حالا این نکته بالاتر بگم، انشاءالا اینا رو واقعا با هر سلامی که میدیم به حضرت توجه بکنیم. شما به حضرت سلام میدید، میگید سلام، او هم جواب شما رو برمیگردونه. اما یه مطلب بالاتر میخوام بگم، میخوام بگم قبل از اینکه شما شروع بکنی به سلام دادن به امام زمانه، قبل از اون کسی که آغاز کرده است این توجه به شما رو اوست، یعنی اوست که اول توجه پیدا کرده به شما و به شما توفیق داده که دستت رو بذاره روی سینت به حضرت سلام بده. اگر حضرت به شما نگاه نمی کرد، توجه نمی کرد، توفیقش رو نمی داد، امشب نمی تونستی اینجا دست روی سینت بذاره بگه سلام علی آل یاسین. پس این سلامی که من دارم میدم تو این زیارت آل یاسین، سلامون علی آل یاسین، در واقع یک سلامیست بین دو تا سلام، بین دو تا توجه. اول خود امام زمان به من توجه پیدا کرده، اول خود صاحب العصر و زمان به من توجه پیدا کرده، به من توفیق داده است تا او را یاد کنم. سپس من میگویم سلامون علیکم، سلامون علی آل یاسین، بعد دوباره او بر من جواب سلام برمیگرداند علیکم سلام. پس سلامی که شما دارید میدید اگر خوب بخوایم درش دقت بکنیم، یک سلامیست بین دو تا توجه امام زمان به شما. اول حضرت به شما توجه کرده، توفیق داده، بعدم که شما سلام میدید او سلامتون برمیگرد. حالا ببینید همین یک سلام معمولی که ما خیلی موقعها بی توجه، بدون حضور قلب، بدون ارادت، بدون نیت، یعنی دست میزنیم میگیم سلام و رد میشیم، چقدر عمیقه و چقدر مهمه و چه جایگاهی داره. یعنی من هر وقت واقعا متوجه باشم که دارم به امام زمان سلام میدم، سلامون علی آل یاسین، واقعا متوجه باشم که اول امام زمان من توجه پیدا کرد، توفیق داد که من بهش سلام میدم، و بعدم که سلام گفتم او دوباره من توجه پیدا میکنه که او به من سلامش رو برمیکرد، سلامون علی آل یاسین. واقعا آدم وقتی که معانی این زیارات رو بفهمه، این حقائق معرفتی رو بدونه و درک بکنه، چقدر زیارت خوندن واسش لذت بخش تره. خیلی ها میان میگن رو من لذت نمیبرم این زیارت، میخونیم زیارت عاشورا، میخونیم زیارت آل یاسین، جامع کبیره، اما خب میخونیم رد میشیم. چرا لذت نمیبرم از این زیارت؟ چون نمیفهمیمش، چون درکش نمیکنه. انسان اگر واقعا متوجه باشه به حقائق معانی این زیارات، با لذت این زیارات میکنه، با توجه میکنه. سلامون علی آل یاسین. آل یاسین چه کسانی هستن؟ قرآن کریم در میفرماید سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، یاسین همونطور که میدونیم از حروف مقطعه قرآنه، حروفی که در اول بعضی از سوره ها هستن به عنوان حروف رمزی، الف لام میم، کاف ها یا عین صاد، درسته؟ یکی از اون حروف رمزی بین خدا و پیغمبر اکرم، حروف مقطعه در اول سوره یاسین. یاسین، یاسین، خود یاسین در عربی معنایی نداره، دو تا حرفی که دارن هم گذاشته شده یاسین، یعنی چی؟ یعنی چی نمیدونیم، اما منظور چیه میدونیم. چرا؟ چون اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن. اهل بیت فرمودن یاسین حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی است. و آل یاسین ما اهل بیت هستیم.
آل یاسین، آل پیغمبر اکرم هستند. و زیباییش اینه، در یک روایتی آقا امام رضا علیه السلام فرمودن وقتی مأمون ازش سوال کرد که امام رضا منظور از یاسین چه کسانی هستند، حضرت فرمودن که یاسین پیغمبر اکرم هست و قرآن کریم در رابطه با آل یاسین یک ویژگی خاصی رو قرار داده. امام رضا فرمودن ببینید شما تو قرآن توجه بکنید، خدا متعال به تک تک انبیا، به بعضی از انبیا سلام داده. مثلا قرآن میفرماید سلام علی نوح العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون. درست خداوند به بعضی از پیغمبرها در قرآن سلام داده، اما هیچ وقت نگفته از سلام علی آل نوح، هیچ وقت نگفته سلام علی آل موسی و هارون، هیچ وقت نگفته است که سلام علی آل موسی آل ابراهیم، نگفته. اما وقتی که به یاسین میرسد قرآن کریم فرمود سلام علی آل یاسین. در قرآن کریم هست سلام علی آل یاسین، یکی از آیات قرآن هست. البته در قرآن هایی که ما امروز میخونیم منتها ال یاسین نوشته شده، سلام علی ال یاسین، که عبارت ال همون آل معنی دیگه ای نداره، یعنی یک لفظ به انهای مختلف خونده شده، یه ال داره یه آل داره، برای ال همون معنی آل داره، آل یعنی خاندان. سلام علی ال یاسین، سلام علی آل یاسین به یک معناست. حضرت فرمودن خداوند به آل و خاندان هیچ کنون از انبیا سلام نکرد، اما وقتی که به پیغمبر اکرم رسید خداوند متعال فرمون سلام علی آل یاسین. انشاءالله که همه ما عامل باشیم به آنچه که میدونیم. این عبارات زیبایی که در زیارات اهل بیت علیه السلام هست رو درک بکنیم و با توجه بکنیم. علت این که عزیزان این زیارت نامه رو داریم عباراتش رو دونه دونه صحبت میکنیم همین هست که درک بکنیم اون چرا که میگوییم تا بهش انشاءالله عامل باشیم. امروز به قولی شهادت، روز شهادت آقا و مولامون امام سجاد علیه السلام هست، یک حدیث کوچک بخونم از آقا امام سجاد علیه السلام کوتاه و انشاءالله که روزه و مصیبت آقا امام سجاد رو یادآوری کنیم و در مصیبت ایشان عشق بریزیم. آقا امام سجاد علیه السلام در روایتی فرمودن که مسکین و ابن آدم، انسان ها خیلی بیچاره، سه تا مصیبت هر روز دارن ولی بهش توجه نمی کنن. ما آدم ها فکر میکنیم که همیشه شاکی هستیم در رابطه با مشکلاتمون، مشکلات مالی، اقتصادی، خانوادگی، شاکی هستیم دیگه، بالاخره هممون داریم. حضرت فرمودن که انسان سه تا مصیبت مهم داره که به اونها هیچ وقت توجه نمیکنه و اگر بخواد توجه بکنه باید به این سه تا مصیبت توجه کنه. اگر توجه کنه زندگیش راحت میشه، اگر توجه کنه دیگه آسوده خاطر میشه، دیگه غمی نسبت به دنیا نداره. اون سه تا مصیبت چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن اولین مصیبت اینه هر روز که میگذره یک روز از عمرش کم میشه، یک روز از عمرش کم میشه. بعد حضرت فرمودن که انسان ها وقتی مالی رو از دست میدن خیلی ناراحت میشن. شما فرض کنید 1000 دلار تو جیبتون باشه، در بیارید اون کیف پولتون رو ببینید 100 دلارش نیست، چقدر ناراحت میشید. حضرت فرمودن که مردم وقتی پول از دست میدن ناراحت میشن، اما وقتی که اون مهمترین چیزشون که اون زندگیشون و وقتشون هست رو توجه گذشت گذشت 3 سال عزمای هر انسانی هر روز همین یک روز ازش میگذره، چگونه گذشت؟ حضرت فرمودن در روایت دیگه که اگر 2 روز انسان مثل هم باشه یا روز دیگر انسان مقبونه و اگر روز دوم بدتر از روز اول باشه ملعونه. من دیروز تا دیروز مثلا اهل عبادت و راز و نیاز بودم، دیگه گذاشتم اعمال رو کنار، ملعون. تایم و وقت و اون زندگی خدا ما داده متأسفانه بهش اهمیت نمیده و اهمیتش بیشتر از ماله. حضرت فرمودن در واقع در میان اهمیت و
برخلاف اون که ما انسان‌ها تصور می‌کنیم که مالمون بیشتر توجه داره، نه، زمانتون بیشتر اهمیت داره. یک. دو، اینکه حضرت فرمودن هر روز یه میگذره خدای متعال به انسان رزق میده. این رزق آیا در راه حلال مصرف میشه؟ حلال من از راه حلال اومده یا حرام؟ اگر از راه حلال اومده حساب کتاب داره، اگر از راه حرام اومده عقاب و عذاب داره. و سوم این که هر روز که میگذره انسان یک قدم به آخرت نسبت بزرگ، یک قدم هر روز، واقعا فکرشو بکنید، هر روز که میگذره یک قدم به آخرتمون، به مرگمون نزدیکتر میشه. حضرت فرمودن اگر به این سه مصیبت توجه دقت داشته باشیم دیگه زندگی برات آسون میشه. چرا آسون میشه؟ چون دیگه اون هم و غم مالی و مادی دنیا واسه دیگه چیزی نیستش که بهش توجه بکنی. میفهمی که این دنیا بی ارزشه و اون چیزی که باید بهش توجه پیدا بکنی اون حقیقت آخرت هست. صلواتی جهت آقا امام سجاد علیه السلام را بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أهلك أعداءهم. دلم گرفته خدایا در انتظار فرج، دو دیدم شده دریا در انتظار فرج. یا صاحب الزمان هنوز میرسد کوچه های شهر حجاز صدای گریه زهرا در انتظار فرج. هنوز در همه عالم میان دشمن و علیس بی کس و تنها در انتظار فرج. یا صاحب الزمان هنوز میرسد از شاه‌های کوفه به گوش صدای ناله مولا فرج. هنوز ناله کشد از جگر امام حسن گشوده دست دارا در انتظار فرج. آقا جان هنوز میرسد آوای دل ربای حسین زنو که نیزه ادا در انتظار فرج. آقا جانم یا صاحب الزمان در این ایام اسارت اهل بیت در شما چه میگذرد؟ چقدر امام زمانمون در این ایام میبینن امشان در اسارت از تو عشق میریز؟ هنوز تشنه لبان عشقشان بود جاری کنار کشته سقا در انتظار فرج. همه با هم یا صاحب زمان، یا صاحب الزمان، مولای غریب سخت
از دراج بلا بیمار باشیم. آخ آخ بمیرم مثلا آقای امام سجاد. سخت از دراج بلا بیمار باشیم، زخم و مصیبت باشد و تبدار باشیم. خیلی سخته مصیبتی وقتی به انسان وارد میشه آدم نتونه کاری بکنه، ببینه جلو چشاش دارن باباشو سر میبرن نتونه از خیمه برنشه. خیلی سخته مثال لب تشنه باشی زف به سر آتش ببارد، تب باشد و از هر طرف آتش ببارد. ببینم براد آقا امام سجاد، تبدیر باشد تب توانت را بگیرد. ببینی برادر علی اکبر زیر سم از باز نتونی کاری کنی، قسمت نباشد کین جانت را بگیرد. بیدار باشی لحظه لحظه غم ببینی، یک عالم کابوس پشت هم ببینی. وقتی کسی از دنیا میره همه میگن خوش به حالشون که از دنیا رفت راحت شد، میان پیش بازماندگان به خواهر برادر بازماندگان مرحوم تسلیت میدن، میگن برای بازماندگان خیلی سخته. کربلا اعظم مصائبه، اما برای امام سجاد بعد از کربلا خیلی زخم بود. سرهای روی نیزه با تنهای بی سر، تقدیر تو از کربلا هم کربلا تر. لبریز غم باشی هم دردی نباشد غیر از تو در آن قافله مردی نباشد. یک عالم غم دیده باش مات باشی، تنها امید عمه سادات باشی. آقا جانم بمیرم بران پای برهنه، توی صحرا راه رفتم منزل به منزل پشت سرها میخورد جسم غافله از هر طرف زن فریاد شادی هلهره از هر طرف زن. بمیرم براد آقا امام سجاد جلوی غافله بود، اگر تو نرگت میکردی زنها و بچه های کوچک روی زمین میافتاده، اگر آهسته میرم با شلاخ سراغش میومده. چه کشید آقا امام سجاد بعد از عاشورا؟ واقعا درکش واسه ما قابل هضم نیست، نمیتونیم به خدا بفهمیم آقامون چه کشید. باید ببینی صحنه ها را مات باشی، تنها امیدم نه سادات باشی. حالا نوبت رسیده افسوس بعدی، هنج سفر شهاد هزار و غیه نزدیک ما، حالا رسیده نوبت افسوس بعدی. کنج خرابه نیمه شب کابوس بعدی، بمیرم نراش اومد تو کم تو کوفه، من خودش رو معرفی کنه، گفت ابن من قتلم
صدرم. همین جمله رو بگم و دعا زون کنم. گوبر ابن و من قتل صبرم. خیلی ها نفر میدن یعنی چی؟ آخ بمیرم برادقای ما رو زجاد. یعنی چی؟ یعنی من فرزند اون آقایی هستم که به قتل صبر اونو کشتن. عزیزان به خدا در اسلام حرامه حتی حیوان رو زشکش کنی. زشکش کردن قتل صبر میدونی یعنی چی؟ یعنی اون قدر گم و کم 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 ضربه بزنی تا خودت طرف جان بده. امام سجاد فرمود عرب نو من قتل صبرم. یعنی من فرزند اون آقای هستم که سرش کشش کردم. سیعلم الذین ظلموا یم انقلب ینقلبون. الهی به دم المظلوم، به دم الشهید، به دم الحسین عجل مولانا المهدی الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. واجعلنا من خير أنصاره وأتباعه وأشياعه والمستشهدين بين يدي. خدا معرفة ما رو نسبت به امام زمانمون بيفزا. خدا ما را جز انصار امام زمانمون قرار بده. خدا این قدم ها کربلای محلا نجف اشرف برسان. ای خدا زیارت هر بعین توفیق هر سالی ما قرار بده. همه مرزای شیعه شفای عاجل عنایت بگردان. خدا حاجت همه حاجت مندان روا به خیر بگردان. شب اول قبر علی اولاد علی به فریاد ما برسان. خدا از نسل ما دشمن امیرالمؤمنین قرار مده. از بانی مجلس به نحو احسن قبول بفرما. همه گذشتگانمون فیض ببرن، مخصوصا مادر بنده حقیر رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Yeah.